حامد اسماعیلیون سخنگوی انجمن خانواده‌های جانباختگان با ماست. آقای اسماعیلیون، شما به عنوان سخنگوی خانواده قربانیان هواپیمای اوکراینی سرنگون شده از سوی سپاه در ساعات گذشته واکنش‌های به اعتراضات اخیر در ایران داشتید. صحبت و مواضع شما دقیقاً چیست؟ ما همه به نوعی قربانیان جمهوری اسلامی هستیم، خانواده هایی که عزیزانشون رو از دست میدن، معلمین، کارگران که برای حقوقشون میجنگن، کسانی که در دهه های گذشته فرزندی یا برادر، خواهر، همسر رو از دست دادن. ما همه همدرد هستیم و در برابر یک حکومت جنایتکار و آدمکش ایستادیم که هیچ ارزشی برای جان انسان ها قائل نیست. شما میبینید مردم به جان آمده که برای حقوقشون دارن میجنگند و اعتراض به حق میکنند رو چگونه سرکوب میکنه در چند روز گذشته، و متاسفانه شنیدیم که دست کم 3 نفر در شهرهای اندیمشت، اسفول و فارسان، من شنیدم حالا ممکنه بیشتر از این باشه، متاسفانه جونشون رو از دست دادن. من به عنوان نماینده انجمن خانواده ها با این عزیزان، خانواده ها، در واقع همدردی میکنم و ما در کنارشون هستیم تا روزی عدالت اجرا بشه. آقای اسماعیلیون، شما یک کارزار هم در ارتباط با دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و کانادا پیگیری میکردید، میشه موضوع اون رو برامون توضیح بدید؟ در روز 5 ژوئن 15 خرداد قرار بازی دوستانه بین کانادا و ایران در شهر ونکوور صورت بگیره. این اقدام فدراسیون فوتبال کانادا در دعوت تیم جمهوری اسلامی به کانادا و اصلاً غیر مقابل قبول نیست و صدور ویزا از سوی دولت کانادا اصلاً برای مقابل قبول نیست. ما تمام تلاشمون رو خواهیم کرد، صدای اعتراضمون رو در هفته آینده به دولت و فدراسیون فوتبال کانادا برسونیم، ولی نهایتاً اگر این اتفاق نیفته ما تجمعی در خارج از استادیوم ونکوور خواهیم داشت. البته من این رو ذکر کنم، با کسانی که میرن مسابقه رو تماشا میکنن که بیش از 54,000 نفر هستن، ما مشکلی نداریم. ما با سیاستگزارانی که پنهانی با جمهوری اسلامی قرار مدار میگذارند ولی مشکل داریم.